عزیزان سلام، وقت همتون به خیر باشه. اینجا استودیو کلاسینو هست، در خدمت شما هستم. چطوری؟ حال احوالتون چطوره؟ نماز روزاتون قبول باشه. بریم ببینیم کیا سر کلاسن، چه خبرها، چه میکنید. و امروز مثل همیشه پر از هیجان، انرژی مثبت کنار شما، یکم با هم دیگه صحبت بکنیم. ترکیبی داریم، همونطور که تو پیج بهتون گفتم، ترکیب روانشناسی و اینکه چطور میتونیم اونو با زندگیمون ادغام کنیم، یکم از حسرتامو کم کنیم و چطور میتونیم به درصدامون افزایش بدیم، بیافزاییم. این چت چیزه؟ اوکی. سلام، چطوری؟ خوبین؟ بچه ها مثل همیشه بگین دیگه از کدوم شهرین، دیگه من دیگه نپرسم. کلاس TNT وارد شدیم. خیلی خوب، بریم سراغ این که ببینیم امروز چه خبر و چه کارهایی قراره که انجام بدیم. بیان اینجا بچه ها، همتون اینو میدونین دیگه، یه وقتایی، حالا شما الان سنتون کمه، هر شرط که سنتون بره بالاتر این قضیه بیشتر میشه، یه حسرتایی توی زندگی هر آدمی هست که مثلا به خودش میگه اگر فلان کارو میکردم فلان اتفاق میافتاد، یا مثلا اگر فلان کارو نمیکردم فلان چیز میشد، یا چیز دیگه. درسته؟ دارین از این حسرت ها توی زندگیتون که مثلا با خودتون گفته باشین ای کاش من فلان کار رو انجام نمیدادم؟ حالا مثالش رو براتون میگم، یا مثلا فلان کار ای کاش انجام میدادم. درسته؟ دارین دیگه، همه تون از این حسرت ها فراوون دارین. حالا میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم چطور میشه تو این سال کنکور که ببین دقت کرده باشی تو این حالا 18 سال به طور میانگین شما از خود عمر گرفتی، حالا شما بعضی تو 19، 20، 21، حالا هر سنی، کلا 18 سالگی رو حساب بکنیم، هیچ فرصت خاصی بهتون داده نشده بود دیگه. درسته؟ حالا مثلا میتونستین مدل اتاقتون انتخاب بکنین، رنگ لباستون انتخاب بکنین، ولی تصمیم جدی که نگرفته بودین که، چون ما زندگیمون سراسر انتخابه، این انتخاب، اون انتخاب، اون انتخاب دیگه. ولی حالا یه انتخاب بزرگ پیش روتون هست و حالا میخواین تو این تصمیم گیری یه تصمیم درست بگیرین. حالا ما میخواییم یه کاری بکنیم که شما حسرت نکشین. یه دقیقه صبر داشتیم میگفتیم. حالا میخوایم ببینیم که چی کار باید انجام بدیم که این حسرت ها از بین برن و دیگه حسرتی وجود نداشته باشه. خب حالا مگه میشه که ما حسرت نداشته باشیم؟ نه، ولی میتونیم تو انتخابامون یک کمی پایین و بالا، یک کمی درست و حرفه‌ای انتخاب بکنیم که یک کمی تو انتخابا بهتر باشه، فرصت های بیشتری در اختیارمون قرار داده باشه و از این فرصت بتونیم استفاده کنیم. درسته؟ خب حالا شما هم که سر این کلاس هستین حتما یه سری از حسرت ها رو دارین که با این حسرت ها با خودتون گفتیم مثلا ای کاش اون موقعی که دهم بودم بیشتر تست میزدم، اون موقعی که 11 بودم کتاب ها رو یه طور دیگه میخوندم، ای کاش اون موقعی که مثلا الان اول سال بود تست بیشتر زده بودم، مثلا ای کاش مثلا اون زمانی که استفاده از گوشیم رو معتدل میکردم، مثلا استفاده جزوه هامو خلاصه نویسی و دستبندی میکرد، ای کاش سر کلاس. میدونین همش میشه ای کاش. اون وقت دفتر حسرت همون دفتر گنده است و ما میخوایم اینجا هر چقدر کمتر این حسرت ها رو نداشته باشیم. هر چقدر کمتر باشه خب مسلما اون استراب و استرس هم کمتر خواهد بود. عجیبه. خب به این ترتیب، حالا قراره که این اتفاقا برامون بیافته.
خیلی خب، بریم ببینیم که چه خبر از این که چی کار میتونیم انجام بدیم. بچه ها خب، همونطور که میدونین توی برنامه شما یه سری دروس هست دیگه، دروس عمومی هست و دروس اختصاصی، حالا بسته به رشتتون هم میتونه متفاوت باشه. اوکیه، این دروس عمومی دروس اختصاصی هر کدومشون هم ضرایبی دارن، هر کدومشون هم اهمیت دارن. شما سر کلاس های مختلف بودین، اساتید با شما صحبت کردن، سر کلاس های مختلف هم نشستین، یک عالم جزوه دارین، یک عالم تست دارین، اما ممکنه که الان هنوزم که هنوزه یک کمی گیج بزنید و ندونید که چطور میتونید اینها رو ترکیب بکنید، چطور میتونید با استرسی که الان براتون غالب شده که من باید با این همه جزوه چیکار کنم، چطور میتونم برنامه‌ریزی داشته باشم و چطور میتونم پیش برم که این همه رو بخونم، نمیدونید باید باش چیکار کنید. الان دونه دونه براتون میگم. دقت بکنید، من یه مثال براتون بزنم، چون ممکنه که مثلا شما روندتون یه طوری باشه که روند نباشه که مثبت و مثمر ثمره. دقت میکنی یه روزای کاملا درس میخونی، اما چون روند نوسانی، مثلا چیکار میکنی؟ بهش میگیم نوسانی دیگه. نوسانی چیکار میکنه؟ نمیسه. ببین تو اتاقتی، فکرم دقت بکن چرا نتیجه نمیگیری، چون سوالی هستش که خیلی از بچه دارن چرا نتیجه نمیگیریم. نوسانی هست دیگه، یه وقتی تو اتاقتی، فکر میکنی داری درس میخونی، همون لحظه هم چون میدونین نوتیفیکیشن شما روشن و پیام ها همینجوری میاد شما میبینین، حواستون پرت میشه، اون دقیقه ها در نظر گرفته نمیشه. دقت بکنین، پس ما برای این که جلوی ما الان مشکلمون چیه، نتیجه نگرفتن، نتیجه نگرفتیم تو این چند وقته، درس هامون موندن، یعنی اونایی که خوندیم ازشون نتیجه نگرفتیم، علاوه بر اون یه سری دیگه موندن، یعنی اینا اضافه شدن به اینها. خب ما باید چطوری هندل کنیم؟ بعد شما میگین با توجه به همه اینها انگیزم داشته باش، انگیزم بالا نگه دار و حالت هم خیلی خوب باشه. خب چطوری میشه؟ الان همه اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در نهایت هم میگیم عزیزم باید این کار رو انجام بدی که در آخر از سال کنکور لاقل دیگه حسرت به دل نمونی، درسته؟ پس حالا بررسی کردن اینها همش میشه اینکه خب بیام بررسیش کنیم دیگه چی کار باید انجام بدیم که نتیجه مطلوب هم بگیریم. خب بیاین ببینیم این سری درسامون پچی شدن، موندن، یه سری نتیجه نگرفتیم. این خودش داستان داره که چرا ما نتیجه نمیگیریم، یه سری هم که چرا ما درسامون موندن رو نخوندیم. شما گفتم توی اتاق هستین، فکر میکنین دارین درس میخونین، گوشی هم کنار دستتونه، عوامل حواس پرتی هم هست. ببین که شما تو اتاقی، زمان گذاشتی، فکرم میکنی که داری درس میخونی، اما پیش نمیره، نگاه میکنی صفحات کتاب جلو نمیره. حالا علت این قضیه چی هست؟ دونه دونه به هم دیگه اینو بررسی میکنیم. پس امروز چند تا مورد داریم؟ این و دیگه هم میشه چی؟ عوامل حواس پرتی. اینها رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم که تهش برسیم به چی؟ همه میخوایم که چیکار کنیم؟ خواهیم اینجا دیگه حسرت نداشته باشیم، درسته؟ این رو میخوایم که ما نداشته باشیم، یعنی کمترین حدش رو داشته باشیم. حالا آدمی که بدون حسرت نمیشه، ولی خب دیگه کم در تو سال کنکورتون از این فرصتی که بهتون داده شده بزرگترین استفاده رو بتونین داشته باشین و ببرین بزرگترین بهره. خیلی خوب، حالا این از این، بریم سراغ این که حالا براتون درصد آوردم، کارنامه بردم که با هم دیگه بررسیش هم بکنیم. پس چی شد؟ یه سری ها چیا موندن؟ یه سری ها درس ها موندن. درس های مونده شده بارها بهتون گفتم که باید چی بشن؟ باید آنالیز بشن، یعنی باید دقت بکنین که شما باید چه کار انجام بدین، باید بررسی بکنین که چه چیزهایی براتون مونده. همیشه ببین، مثلا میگم شما به عنوان یک خانم خونه، به عنوان آقای خونه، درسته شما فرزند یک خونه هستی، خیلی از مدیریت خونه سر در نمیارین، اما دقت بکنین میخواین برین فروشگاه خرید بکنین، خب دقیقا مثل کلاس خریدنتون، دقیقا مثل برنامه ریزیاتون میمونه. وقتی ندونین چه منابعی توی خونه هست، چه اتفاقی براتون میفته؟ میرین خریدای عجیب و غریب میکنین، پولتون علیکی هدر میدین. اما وقتی بدونین دقیقاً چه منابعی دارین و چه چیزای مورد استفادهتون و چه چیزای نیاز دارین، میرین درست استفاده میکنین، درست خریدتون هم میکنین و پیش میرین. پس هر موقع این قضیه درس ها مونده بودن، بررسی این که بررسی این که کدوم درس ها موندن،
چیا موندن، کدوم ها با تست موندن، کدوم ها تستشون زده شده و همه اینها باید انجام بشه. اگر بررسی انجام نشه شما نگاه میکنی هفته به هفته فقط یه درس خوندی، اونم درس مورد علاقت. این دانش آموز هم کم نداشتی، مثلا دانش آموز اون فقط هفته به هفته زیست میخونده، هفته به هفته فقط ریاضی میخونده، هفته به هفته پیش میرفته و اصلا هم پیشرفتی توی کارش نداشته. میدونید؟ یعنی مثلا پیش میرفته درسشو میخونده اما پیشرفتی هم نداشته، صرفا مثلا واسه این بودش که کتاب جلوش باز بود. میگم یه وقتی آدم یه کاری انجام میده که صرفا یه کاری انجام داده شده باشه، ولی اینطوری مثلا عمل کرده درستی هم نیست. پس چی شد؟ برنامه ریزی با توجه به چیه؟ اینجا مونده ها. مونده ها چیه؟ پس همتون هم میدونید دیگه، اسم کاری که انجام میدیم برای پیدا کردن درس های مونده اسمش چیه؟ آنالیز. یعنی بدون آنالیز ما اصلا کاری انجام نمیدیم و کاری پیش نمیبریم. درسته؟ بله. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. ادامه ماجرا چی میگه؟ ادامه ماجرا میگه که ببین اینجا رو خوب دقت بکن. میگه اگه بهت یه فرصت داده میشد برمیگشتی یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگی تو انجام میدادی، کدوم انتخاب میکردی؟ میگم شما نوجوانی، شاید مثلا اونقدری حسرت نداشته باشین، اونقدری کار انجام داده شده ای که بخواید برش گردین، یا اونقدری کار انجام داده نشده نداشته باشین. ولی یواش یواش که بزرگتر بشین اینا رو هم دیگه جمع میشن و تمام تلاش ما این هستش که از الان که نوجوان هستی این به دلت چیزی نمونه، پیش بری. چطور اتفاق میفته؟ با تصمیم های درست. تصمیم درست چه شکلی دیگه این خودش داستان داره. هیچ کس هم نمیتونه بگه همه تصمیماش درسته. اصلا بهترین تصمیمام تو زندگی زیسته گرفته میشه، یعنی زندگی که شما دارین بازیش میکنین، توی زندگی هستین. کسایی که پس خودشون از زندگی میکشن بیرون، مثلا میگه حالا دیگه هر چی شد شد، فرقی نمیکنه، جهنم دیگه، حالا کنکورمون هر چی شد شد، آیندهمون، شغلمون، کارمون، اینطوری با زندگی نکردن، با خودشون رو قاطی زندگی نکردن، نه تنها پر از حسرت میشن، تازه هیچ نتیجه ای هم نمیگیرن، همیشه هم وصل به اینن که ببینن دنیا چه تصمیم واسه شون میگیرن، همطوری هم پیش برن که فایده هم مسلما نداره. خب حالا ما اینجاییم که نذاریم زمان طلایی رسن به خواستت برای انجام کاری یا انتخاب های درست مسیر تا حسرت به دلت بمونه. دقت بکن. پس گفتیم چی؟ ما اینجا هستیم که کمک کنیم، نذاریم که تصمیم های نادرست رو بگیری و برات مشکل ایجاد بشه. حالا یه مسئله خیلی مهم هست تو این زمینه که امروز خیلی باهاش کار داریم، دقت بکن، بهش میگیم اثر مرکب. حتما شما اسمش رو شنیدید. اثرات کارهای کوچیکی که انجام میشن ریز به ریز به ریز و اثرات بزرگی رو دارن در آینده. حالا اون میتونه اثر مثبت باشه، میتونه اثر منفی باشه، دیگه بسته به اون کاری که شما انجام میدید داره. به نظر خیلی اون کارا ساده هستن، که گرچه ساده هم هستن ولی به نظر خیلی بی اهمیت میان. مثلا اینکه من بلند شم هر روز صبح دندونم مسواک بزنم، مثلا شب دندونم مسواک بزنم که دیگه بخواب، خب اوکی، اثرش به چشم نمیاد. حالا مثلا یه کار ساده است دیگه، حالا یه شب انجام نشه که اتفاقی نمیفته. اما وقتی در طولانی مدت نگاه میکنیم، هر شب یک کار تکرار میشه، اون وقت دیگه مراقبت از دندون دیگه درست انجام شده و اون دندون سالم میمونه، به جای اینکه اینقدر هزینه دندون پزشکی بشه، اینقدر مثلا دردسر دندون پزشکی ایجاد بشه. این یک. دو، یه مسئله دیگه خوردن شکره. خود من که شیرینی خیلی دوست دارم، مثلا اینکه شما روزی چند تا شیرینی میخوری، تو اون شیرینی چند قاشق شکره و در سال که ضرب میشه چه میزان شکری شما مصرف کردی. نگاه میکنه آدم که حالا بزرگتر شده دور از جون، دیابت مثلا اومده سراغش، بعد میگه نمیدونم من که خیلی رعایت میکنم، در صورتی که بعد نگاه کنی پیشینش چی بوده. از در مرکب دقیقا همینه دیگه، کارهای به ظاهر کوچیک و مثلا بی اهمیت ولی تاثیرات بزرگی رو در آینده دارن، چون مستمر انجام میشه و ما اصلا متوجهش نیستیم. حالا من خیلی اثر مرکب رو، حالا ما منفیش رو گفتیم، مثبتش، اثر مرکب رو میخوام توی کنکور هم ازش استفاده بکنیم. چطوری؟ یکی از بزرگترین اثراتی که داره، گفتم بهتون اسلاید پیش که نوسانی درس خوندن، خیلی اصلا نوسانی درس میخونن، درسته؟
حالا یاد گرفتن این قضیه کمک میکنه که این به وجود نیاد. نوزنی درس خوندن چه تاثیر داره؟ تاثیر توی کارنامه هاتون داره. نگاه میکنی کارنامه قلمچی، کارنامه سنجش، کارنامه فورتی، کارنامه تمام آزمون تو فرق نمیکنه. یه دونه آزمونتون رو که خوندین تراز بالا، درصدها عالی، یه کارنامه‌ای که نخوندین تراز پایین، درصدها هم افتضاح. داستان از چه قراره؟ اینجاست. ما هم نوسانی مطالعه داشتی، هم نوسانی تست زدی، هم نوسانی رفتار کردی. یه روز از خواب بلند شدی دیدی مودش نیست، مطالعه نکردی. یه روز از خواب بلند شدی دیدی مودش هست، مطالعه کردی. یه روز مثلا دیدی که اوکی حالا ببین امروز انجام ندادم، فردا رو انجام میدم. برنامه امروز رو، خیلیاتون ممکن این اتفاق براتون افتاده باشه، برنامه امروز رو ترکیب میکنم با برنامه فردا، حالا اشکال نداره با هم دیگه میخونم. میدونی با هم میخونم. ببین یه کار امروز میتونسته انجام بشه خیلی ساده، چون توی استمرار قرار میگرفته، هر روز اجرای برنامه. ولی تو به خاطر ساده بودنش میگه حالا باشه اینو انجامش نمیدم، باشه فردا. سیزر به خودم فشار میارم، برنامه سنگین تر میشه، اشکال نداره دیگه، فردا انجام میدم. فردا به خاطر اینکه میدونی میخوای از خواب بلند شی برنامه سنگینه، اصلا ببین اون انگیزه لازم رو نداری. میدونی مثلا چون میگی ای کاش دیروز انجام داده بودم، ای کاش دیروز انجام دادم، کلمه حسرت دیگه کلیدش ای کاش. میخوام اینا رو شما یاد بگیری. ای کاش دیروز انجام داده بودم. خب دیروز هم که انجام ندادی مونده امروز، همینطوری میپیچه به هم دیگه و یه سری از کارها میمونه. دقت کردی که شما مثلا خیلی از کاراتون همینطوری مونده به خاطر اینکه انقدر پیچیده شده به هم دیگه. این اومده اون یکی جایگزینش شده، اون انجام ندادی، این یکی باز مونده، خواستی یکی دیگر انجام بدی باز از اون یکی موندی. اینا میشه نوسانی شدن و دوباره تصمیم نادرست گرفتن و بعد میمونی تو انتخاب، من کدوم الان انتخاب کنم که اولویت. ممکنه که تو اولویت ها هم دچار مشکل بشه، که من اولویت هم امروز باهاتون صحبت میکنم. اولویت بندی پس دقت بکنید، جلسه امروز بسیار مهمه و اوضاع بهتر شد و امروز خیلی مهمه در رابطه با اینکه آره دقیقا مثل خیلی از شما که خیلی از کارها مونده و اینکه مونده و اینکه حالا نمیدونی دقیقا باید باهاش چی کار کنیم. خب پس از یه بار دیگه میگم، چون ممکنه که خیلی تازه اضافه شده باشن به کلاس. آره خیلی تازه اضافه. توجه کنید، من یک بار دیگه بگم، ما امروز میخوایم میخوام به شما یاد بدم چی کار باید انجام بدیم که توی سال کنکور. ببین من کاری ندارم گذشته چی بوده، آینده قرار چی بشه. برای من این 70 و حالا مثلا 7 روز و 76 روز باقی مونده برام مهمه. الان شما بگو 70 روز برای من، اصلا این 70 روز باقی مونده مثلا قدش هم خورده هاشم بیخیال شیم. خب الان برای من این مهمه. خوش اومدین همتون. برای من این مهمه. توجه کنید به من، بیاین توجه کنید دیگه. کلاس چیز چه کارتون دارم خیلی زیاد. میخوام الان تو این فرصت با خودتون اینو نگین که ای کاش سال کنکور. چون ببین وقتی من همیشه گفتم بازم میگم، تو زمان انتخاب رشته ها یه چیزی که خیلی زیاد دیده میشه این کلمه است که مثلا بچه ها میگن ای کاش که ما دوران جمع‌بندی رو، ای کاش ما تست بیشتر، ای کاش. میدونی ای کاش ها به چی وصلن؟ به چی وصلن؟ به تصمیمات ما. دقت بکنید، به تصمیم های ما. تصمیمی که امروز بلند شدم برنامه رو اجرا بکنم یا نکنم، تصمیمی که امروز بلند شدم کدوم برنامه رو اجرا بکنم، تصمیمی که امروز بلند شدم ببین سر حال برم جلو زندگی رو، یا اینکه مثلا همش فوش و نالو باز این زندگی نکبت مثلا شروع شد. تا دیگه خیلی هاتون اینطوری میدونید، خیلی همون چرا خیلی هاتون که خودمون کنترل کنیم. پس این وصله به تصمیم ها، چون ما هر لحظه داریم تصمیم میگیریم، تصمیم که چه رفتاری داشته باشیم، احساسمون رو چیکار کنیم، چطور کنترلش کنیم و چطور باید باهاش برخورد داشته باشیم. پس دقت کنید، توجه کنید به همش. خب پس چی شد؟ اینو باید خیلی بهش توجه کرد. درسته؟ معلومه که درست، سه شکی توش وجود نداره. خیلی حالا بچه ها پس چی شد؟
پس ما حسرت داشتیم، تصمیمش چطوری میتونیم تصمیم درست بگیریم توی سال کنکور، چطور میتونیم کدوم من صبح بلند شدم چه برنامه اجرا بکنم، درسام قرار شد گفتیم درسام مونده، کلی تست نزده هست، یالم منبع آفلاین آنلاین کلاس، من کدوم اجرا بکنم، چیکار بکنم، از اون بعد خستم میخوام استراحت بکنم. پس ببین یک عالمه کاره با دسته های مختلف از تست و جزوه و کلاس و درسنامه و همه اینها، شما یه عالمه کار دارین، میخواین تصمیم بگیرین که توش حسرت نمونه، از اون برم ممکنه خانواده مثلا بهتون فشار بیارن، از اون برم مدرسه بهتون فشار میاره، درس مدرسه رو بخونم، درس کلاس رو بخونم، تستای استاد رو بزنم، تکالیفش رو حل کنم، آزمون رو چیکار کنم، یه لحظه سکوت، کدوم تصمیم رو بگیرم که ترش حسرت برام نمونه؟ کدوم تصمیم میتونه بهم کمک کنه که تهش این نباشه، حالا حسرت نباشه؟ کجاست؟ دقت کنین بچه ها، حرفا خیلی مهم هستن. تا اینجاش متوجه شدین دیگه؟ اوکیه. حالا که دیرتر اومدن میگم بهتون چقدر طول میکشه این تصمیمات، واسه هر آدمی متفاوته. خب خداش حالا بیان اینجا. پس چی شد؟ ما میخوایم که اولویت بندی کنیم و با اثر مرکب ببریمش تو برنامه و درستش کنیم. مثلا مثل این میمونه که شما یک قسمت از این چیز میگم بهتون نهایی رو چی کار کنیم، نگران نباشید، من نرمان نهایی باز توضیحم، چون جلسه پیشم گفتم دوباره این جلسه من میگم چیزایی که لازمه بگم و من بهتون میگم خیلی صورت، باز اگه نگفتم باز دوباره بپرسید. خب خسته ای میگم بهت بچه سوال نپرسید، صبر کنید من بگم بهتون بعد سوال بپرسید. بعد حالا توجه کنید به این قضیه. پس میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اولویت بندی رو انجام بدیم. حالا اولویت بندی چی هست؟ دقت کنید بچه ها، میگم مثال خیلی مهم هست تو این زمینه. دقت کنید وقتی خیلی کار دارین، مثلا صبح که میدونید پس چی شد، مثلا یه وقتی برنامه انجام میگم همه رو صبر کنید، مثلا اینکه یه وقتی خیلی کار دارین، یه وقتی مثلا خیلی میدونین که برنامه سنگینه، میدونین فلانه، حسش نمیاد. بعد حسش نمیاد شما میرین چیکار میکنین؟ میرین مثلا گوشی میگین دستتون بازی میکنین دقیقا همون ساعتو. خب دقت بکنین، خیلی چیز داشتم، خیلی دقیقا چیکار میکنین؟ میرین گوشی دستتون میگیرین و بازی میکنین، درسته؟ یعنی اون ساعتو به جای اینکه شما بیاین و اولویت بندی کنید، حق هم دارین ها، چون اصلا ببین ساختار مغزتون هنوز اون فرم لازم رو نگرفته، تصمیم گیری دیگه سخته، طبیعی هم از نوجوانی شما. میان چیکار میکنی؟ به جاش بازی میکنیم، از اون استرس میخواین کمش کنی. حالا میرم بلند میشم، یه ذره بخوابم بلند میشم، فرار، دفاع. خب کارایی که هر کاری بکنی که اون کارو انجام ندی، بعد میگه اونا مهمن. خب یا مثلا بذار جواب دوستان بدم، بذار اینو بهش بگم، بذار فلان کارو بکنم، پس اولویت بندی دچار مشکل میشه. الان من اینا رو میگم، مثال شبیه چیه؟ ببین مثالش دقیقا مثل اینه، دقت بکن، همیشه گفتم بازم میگم، دقیقا مثل اینه که شما وقتی اولویت بندی تو مشکل پیدا میکنه، به جای اینکه مثلا برنامه اصلی رو انجام بدید، مثلا میچسبید به خلاصه نویسیه که با خودکارای رنگی کشیده شده باشه، مثلا میرید خلاصه مینویسید با خودکار رنگی، خیلی زمان واسش میذارید، طولانی مینویسید، فقط هم یه درس رو میخونید، یا مثلا میگه خب دارم خلاصه نویسی میکنم دیگه، یا مثلا میرید سراغ چی؟ مثلا میرید سراغ اینکه خب بذارم اتاقم تمیز کنم، اتاقم تمیز نباشه تمرکز نم، اتاقات رو شروع میکنی ریختن همه رو بیرون، چند ساعت زمان میذاری تمیز کردن اتاق، یا مثلا میگه که بذار جواب دوستا بدم، یه جواب دوستا رو بدی 3 ساعت بعدم برنمیگردی، گوشی میگی دستت، میگی خب میرم تو اینستاگرام بابا میخوام برم پیج استادا رو چک کنم دیگه، میرم این استوری اون استوری اون یکی استوری نگاه میکنم 3 ساعتم رفته، درسته؟ به هوای اینکه من دارم یه کار مفید انجام میدم، صد تا کار مضر رو انجام میدم به هواشه ها، ولی کار اصلی میمونه، کار اصلی میمونه، استرس میگیری، استرس که میگیری باز دوباره از اول این چرخه تکرار میشه. نگو نه که اصلا باور نمیکنم، این قطعا همین شکلیه، تا صبح دقیقا همین شکل، یعنی این طوریه. پس ما اولویت بندی رو یاد بگیریم. حالا چه شکلی؟ مثلاش اگه بخوام تو خونتون بزنم مثلا میمونه، دقیقا مثل چی؟ دقیقا مثل اینکه شما قرار بوده براتون مهمون بیاد
و اینکه مهمون چی مثلا مثلا قرار بوده که مهمون عزیزی هم بیاد، مثلا الان از مامان شما مسئولیت عموما با مادر خونه است، حالا پدر شما فرق نمیکنه، قراره که شام درست کنه. خب خونه کثیف و غیر مرتبه، پس کارها چی هن؟ یک، خونه کثیف غیر مرتبه، دو، شام نپختین و اینکه خودتون هم خب حاضر نیستین دیگه هیچ کدومتون، و قراره که مثلا ساعت 8 هم مهمون بیاد خونه، ساعت 6 مثلا از ساعت 8 صبح مثلا تو بلند شدی مامان مهمون میخوای بیاد مثلا غذا چیزی درست نمیخوای بلند شو بخور، مامان میگه وا خودم بلدم، تو مثلا میخوای من یاد بدی دقیقاً رفتاری که کسی به شما گیر میده دقیقاً شما هم شکلی هستید، خودم نمیدونم تو میخوای من بگی که من چیکار کنم، مثلا فکر کن مامان شما به شما بگه، ساعت 1 تو مثلا نگران میری میای میگه مامان ما شب مهمون داریم تو نمیخوای کاری بکنی، وای تو همه کار من دخالت کنی، یعنی من خودم نمیتونم همچین کاری انجام بدم، همچین کاری من بگی خودم بلدم. ساعت میشه 4، نگاه میکنی باز خونه کثیفه همچنان، و اینکه باز مامان بلند شده بعد گوشی رو دستش داره مثلا کلیپ های اینستاگرام نگاه میکنه، ها ها میخنده، بعد میگه مامان، بعد مامان میگه وقت استراحتمه، تو چی کار داری؟ بعد دوباره از خدا این رفتار آشنا نیست براتون، این کارا رو نمی کنی. خلاصه ساعت میشه 6، خودم که هیچ حرکت شکر خدا خب نمیتونی بزنی، مثلا تو کار داری مثلا درس داری، خب خیلی خب آره استرس استرابه صاحب کن توضیح میدم همه رو، ساعت میشه 6 بازمش خبر، یعنی هر بار که تو یه چیزی بگی ماما یه چیزی میتوپه بهت، بعد میگه به تو ربطی نداره چون من خودم بلدم، میشه چی بعد شروع میکنه به سابیدن کابینتا، داخل کابلت ها تمیز کردن، بعد تو مثلا میگی مگه مهمون قراره بیاد بره مثلا بالای یخچال نگاه کنه بگه به به 20 امتیاز مثبت برای شما که یخچالتون تمیز بود، تو چیکار بون بالا داری، مثلا مثلا اینکه شما میرین کار غیر مفید انجام میدین، یا مثلا مثلا اینکه مامان مثلا میره شروع میکنه مثلا اینکه زیر تخت رو تمیز کنه، مامان مگه مهمون قراره زیر تخت مثلا بگرده بچه‌ش قراره قلط بزنه مثلا اون زیر، دقیقاً همین شکلی، یعنی اولویت بندی این شکلی هستش. آره مهمونا میان، پس اولویت بندی ها مشکل پیدا میکنه، مامان به جای اینکه بلند شه کارش انجام بده، بابا فرق نمیکنه، مثال الان من مادر زادم یا اصلا اون سرپرست مهمونی هر کس اولویت بندی رو نمیکنه و شروع میکنه کار عجیب غریب کردن، مثلا کاری که غیر ضروری غیر مفیده و کارش میمونه، اینا یه نوع فراره دیگه، دقیقاً دست خوندن شما، یه نفر خدا نکنه تو خونه به شما گیر بده، وا یعنی خودم نمیدونم من برنامه دارم ها، کلاس همو ندیدی؟ این لحظ چقدر این طرز حرف زدن چقدر واسه آشناست، یعنی شما همه این که من بسید یه نسبت دارم یا نه، بابا توجه کن به صحبت من به حرف من چه فرقی بالا تو میکنه آخه، خب سال تموم، دو سال داره تموم میشه، این دومی سال دقیقه، آره واقعا نه بابا چه فمینیستی نه این حدی، خب دقت بکنید به این ماجرا، پس اولویت بندی رو خب یه بار دیگه بگم، دقت بکنید اولویت یعنی چی، یعنی اول کارهای مهمتون انجام، خیلی مهمه یادتون میره، 100,000 بارم تکرار بشه براتون لازمه، کارهای مهم و فوری، اول کارهای مهم و فوریتون رو باید انجام بدید، این خیلی مهمه، بچه هایی که جدیدن سر کلاسن دقت بکنید، این اولیه، این اولی مورده، کارهای مهم و فوری پیدا کردنش خودش اهمیت داره، خب حالا داستان چیه؟ داستان این که پیدا کردن این مهمه، شما گاهی وقتا فکر میکنین چک کردن اینستاگرامتون مهمه ولی نیست، اولویت با تمام کردن درستونه، اولویت با انجام برنامه ریزیتونه، شما فکر میکنین که گاهی وقتا مثلا میگم درس تخصصی باید بذارین تو اولویت، اولویت باشه ولی درس عمومی رو هیدن میکنین، این فکر شماست که میتونه غلط یا اشتباه باشه، پس باید این فکر درست بکنید، اولویت بندی یعنی من میدونم توی برنامه، حالا اونایی که ما برش برنامه‌ریزی میکنیم که میدونن، اونایی که نمیدونن دقت بکنید، اولویت بندی یعنی به هر درس، به هر کار، به میزان اهمیتی که توی زندگیت هست باید براش اهمیت و فرصت بذاری دیگه، درسته؟ این بسیار اهمیت داره، دقت بکن بهش. حالا
و بیشتر استرس ها لا استرس که عامل استرس رو از بیرون داره، حالا مثلا مثل امتحان، مثل کنکور. و یه چیز دیگه هم که هست در مورد آزمون سلوتیبر میگم دقت بکنید، و اینکه یه چیز دیگه هم که هست استراب های ما یه منشأی داره، یه منشأی هست از یک منشأش کارهای انجام داده نشده است، اینه که به اون استراب میده. یک عالم کار دارم نمیدونم دقیقاً چمونه. و یه چیز دیگه هم هست، دقت بکن به من، توجه کن، همه یه ترس های شما واقعی نیستا، دقت بکن. موضوع بسیار مهم بعدی، پس اولادبندی رو یاد گرفتیم، موضوع بسیار مهم بعدی چیه؟ موضوع مهم بعدی اینجاست بچه ها، اینه که ترس های شما اصلا واقعی هست یا نه. شما دقت بکن به این مسئله، طرف کامل، مثلا شما الان خیلی هاتون چیز هستین دیگه، خیلی هاتون الان دارم برمزی حرف میزنم دیگه، دیر اومدی سر کلاس خواهرم. دقت بکن در مورد همه چی رو صحبت میکنیم، بیا اینجا دقت بکن. یه سری ترس ها ترس های واقعیه، مثلا مثل چی؟ شما از یه موجودی میترسین، طبیعیه دیگه، خب از یه چیزی آره دیر اومدی دافلانو باید ببین، از یه موجودی میترسین طبیعیه، مثلا الان زلزله بیاد همه میترسیم طبیعیه، ترس دیگه. یه سری ترس ها ترس واقعی نیست، مثلا شما از آزمون میترسین، از درصد آزمون که نکنه درصد کم باشه چون من این درس رو خوندم میترسین، از این که نکنه من سر کنکور قبول نشم میترسین، نکنه در آینده من قبول بشم اما کاری برایم پیدا نشده باشد و مانند دختر خالم نشسته باشم یه گوشه میترسم تا ساعت 2:30 کلاس، از این چیزا میترسین. ترس واقعی نیست، یه ترسیه که حالا به خاطر سبک زندگی شما، به خاطر ژن شما، به خاطر اینکه محیط، حالا محیطی که توش بزرگ شدی در شما نهادینه شده، مثلا تو بادن شما هست، میره پسر ساقه مغز داستان میشه، اصلا واقعی نیست، اصلا ممکنه که هرچه اتفاقی برات نیفته ولی تو میترسی. شناخت ترس واقعی از ترس غیر واقعی تو سال کنکور خیلی اهمیت داره، توی زدن درصدایی که در آینده چند تا اسلاید بعدی بهت میگم که بعد تو روتین چیکار کنیم، همه اینا که میخوام بهت بگم جمع میخوام بکنم یه جا بهت بگم دوباره. خب صبر کنید، ترکیب باید. اول همه باید مقدمه رو یاد بگیریم. پس چی شد؟ پس اینو بفهمید، اول باید بدونید که همه ترس های شما، قبول کنید از من، همه ترس های شما واقعی نیست، یه سری ترس واقعی هستن، یه سری ترس ها زایده میگم به خاطر حالا گذشته شما، اصلا حتی گذشته نیاکان شما هستن، میدونید یه وقتی هستن باید اینو در نظر بگیریم، ترس ها همشون جنس حتما اتفاق میفته و الزاما اتفاق میفته نه. پس بابا چیکار کنیم؟ برای اینکه ببینی کدوم ترس واقعی کدوم واقعی نیست، فرار کردن یکی از راه هاست. مثلا آدم میترسه فرار میکنه دیگه، درسته؟ وقتی شما از امتحان میترسی، از آزمون میترسی، از تست میترسی، فرار میکنی، یکی از راهایی که از دست از اون بار فشار ول بشی بری کنار دیگه، درسته؟ این یه راهشه. یه راه دیگه هم شناخت اون عامل خطر، اصلا عامل خطری واسه من هست، اگر نیست که من باید به مسیر ادامه بدم دیگه، درسته؟ مهمه ها، توجه کن حرف من. پس چی شد؟ یک راه فقط فراره که خیلی انتخاب میکنن، یک راه صبر، شناخت عامل خطری هست یا زایده ذهن منه، فکر توه، مثلا میگی که یه زنگ خطر یا آژیری بوده همینطور به صدا در اومده، مغزت هم گفته به به من باید اینو نجات بدم از این شرایط، این الان شرایط سختش، الان استراب میگیره، استرس میگیره، من نجاتش بدم، یا اینه. آها، پس صبر کن، مطمئن شو، ببین هنوز درس رو نخوندی، تستشو کار نکردی، بعد میترسی آزمون خراب کنی. تو درس رو بخون، تست و کار بکن، تست و نشاندار بکن، مرور انجام بده، برنامه‌ریزی درست داشته باشی، متوجه میشی اصلا ترسی پرس که همیشه هست، ولی اونقدر نیستش، اینقدر بزرگ نیست و اینقدر غیر قابل مثلا شکست نیست که نتونی شکستش بدی، نتونی پسش بر بیای. ببینی ای درست شد، اوکی شد، متوجهی؟ پس چی شد؟ پس هر زمان الان مثلا مقاومت کردی سر آزمون، چون شما همه آزمون رو بزنید، نه اینکه حالا همه رو شرکت بکنید، ولی باید همه رو بزنید، لاغل دفترچه‌هاش بزنید، بزنید به جون.
و هر موقع دیگه احساس کردی که این قضیه داره انجام نمیشه، بدون که دقیقا چی داره اذیتت میکنه، چه مسئله ای، از چی الان داری فرار میکنی، صبر کن، نگاه بکن، موقعیت شناسایی بکن و روبرو شو باهاش. میدونم زوده ها، میدونم شما خیلیاتون مثلا هنوز اینو بلد نیستین، میدونم که مثلا سنی نداریم، ولی خب الان اینجا هستین که میگم هیچ چیزی به اندازه زندگی زیسته ارزشمند نیست. شما اینجا هستین که تجربه های زندگی زیسته رو بدونین، مسائل رو بدونین که بهتون کمک بکنه که تو زندگی استفاده بکنین دیگه، وگرنه اصلا اینجا نمی اومدین. به این ترتیبه، متوجهی؟ پس چی شد؟ پس زندگی زیسته خیلی ارزشمند. زندگی زیسته این زندگی که تو الان مثلا تو 18 سالت، 19 سالت، 20 سالت، 21 سالت زندگی کردی، خیلی ارزشمنده. تو حسابی تجربه داری اگه هوشیار بوده باشی خصوصا. خب حالا ما میخوایم بهت بگیم که چیکار بکنی که آدمای دیگه که زیستن چطور میتونستن بهتر زندگی بکنن که حسرت کمتری به دلشون بمونه، که تصمیم درستی گرفته باشن که این ایکاش ها به حد اقل. البته میگم بازم گفتم ایکاش همیشه هست، ولی میتونه حد اقلی باشه، میتونه مثلا لااقل تو سال کنکور اتفاق براتون نیفته که نگی اه، با خودتون بگین خب من دیگه تمام تلاشمو کردم نچه رسیدم، حالا دیگه نچه دیگه همون چیز شد که باید میشد دیگه. به این ترتیب. سلام دوباره. خب به این ترتیب، پس از کجا رسیدیم؟ از اینجا که این ایکاش نداشته باشیم، بعد تصمیم بگیرید، تصمیم بعد اولویت بندی هستن. و یه مسئله بسیار مهم توی اثر مرکب بودیم. آها، یکی از راه حل هایی که وجود داره توی اثر مرکب، دقت بکنین، الان دلایل واسه تون قانع کننده بود، دلایل رو کاملا فهمیدین، ترتیب متوجه شدین، ارتباط با هم متوجه شدین. سه بار چند بار سلام میگه؟ سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید، قدم رنجه کردی، خب خدا رو شکر. خب این که متوجه شده باشین خدا رو شکر. بله، به این ترتیب. حالا میخوایم ببینیم که صبر کنین، صبور باشین، نمیخوام راه حل. حالا یکی از کارهایی که بهتون کمک میکنه خیلی زیاد، یه کاری که هم انجام دادنش ساده است هم انجام ندادنش ساده است، چیه؟ ای گفتین روتین. یعنی این میشه چی؟ خوش رنگم هست. روتین کمک میکنه به این اثر مرکب. روتین یعنی چی؟ دیدیم مثلا حتما تو اینستاگرام دیدیم بلاگرهایی مثلا پوستی دیدین که مثلا هی میخوان شما جذب کنن، هی سکوت میکنن میزنن اینجوری بشونم از این مسخره بازی. روتین پوستیت مثلا چه چیزی هست؟ اینجور داستانا، این هم روتینه. حالا اون روتین پوستیه، یه روتین مثلا شبانه روز خواب داریم، یه روتین مثلا تغذیه، مثلا چه چیزایی توی مثلا در طول روز به سلامتمون کمک میکنه، مثلا خوردن 8 لیوان آب. حالا نمیخوام بهتون کمک کنم، روتین درس خوندنتون رو یاد بگیرین. خب حالا روتین چی میتونه باشه؟ 1، دروس عمومی شما همشون میتونن از الان به بعد، چون ما تو دوران جمع‌بندی هم کم کم داریم، حالا برای بعضی از بچه‌ها وارد شدیم و برای بعضی دیگه باید وارد بشیم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم که اینها دیگه شما یاد بگیرین که روتین چیه. روتین چیا میتونه باشه؟ از صبح که از خواب بلند میشین روتین هست تا شب، اما توی فواصل حالا مطالعاتی شما این روتین ها میاد و میره. دقت بکن، روتین میتونه زبان باشه، خب لغت زبان باشه، توی تست گرامر باشه، بسته به سطحتون داره، آرایه و املا لغت باشه، دستور زبان. نکن ما چون فارسی رو تفکیک شده هم میخونیم، اونایی که درس به درس نخوندن درس به درس هم باید لااقل یک دور رو کتاب خونده باشن، پس از اون بر اجزای فارسی رو مطالعه میکنیم و موضوعی دیگه. از اون بر هم دین و زندگی میتونه توی روتین باشه، از اون بر هم چی میتونه باشه؟ میتونه
عربی ترجمهش بشه. بچه ها بسته به بچه های مختلف دیگه، مثلا بعضی از بچه ها تو روتینشون ترجمه هست، بعضی ها مثلا قواعد هم هست، بعضی ها و دیگه درک مطلب عربی، ریدینگ و کلاس تست. درسته؟ روتین روزانه است. آره، روتین روزانه است. چرا روزانه است بچه‌ها؟ فرض بکن یه روز انجام، چون مثلا بعضی بچه‌ها میگن خانم ایدری مثلا میشه ما این کارو بکنیم، دو روز فارسی انجام بدیم ولی زیاد، روتین زیاد، بعد بیایم مثلا بیایم بعد بریم دو روز عربی زیاد، بعد یه روز دیگه مثلا دو روز دیگه زبان، دو روز دیگه. خب اینو گذاشتم تو برنامه میذاشتم. نه، روتین یعنی کوتاه، کم، سبک، شبیه مثلا پیش غذا، شبیه مثلا از پیش غذا شروع میشه، مثلا انگار از صبحانه کوچولو کوچولو هست، شبیه بعد میان وعده توی برنامه، دقیقاً اون شکلیه، مثلا انگار سرگرم کننده است برات. اگه قرار بود که من باکس اصلی بذارم که تو برنامه میذاشتم که شما هم همینطور دیگه. کارنامه نهایی سنجه شد دیگه، از خود پشتیبان بپرسی من چه میدونم. خب نصف سوال درک مطلب حل کنی خوبه، اگه نمیتونی یه بحثه، ولی یه ذره زمان بذار، هنوز خیلی 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 زوده واسه یه حذف کردن. خب تایم مفیدشو بگم. ببین نکن الان تو ساعت مطالعه چقدره، یه نفر ساعت مطالعهش بسته بینه دیگه، یه نفر ساعت مطالعه 14 ساعت، از این 14 ساعت میتونه 4 ساعتش روتین کار کنه. روتین یعنی چی؟ ببین روتین زیاده. من دانش آموز هم مثلا روزی 3 تا تست دینی میزنه، روز 4 تا تست فارسی میزنه، روز 5 تا عربی میزنه، روزی میشه 3750 تا مثلا گزارشکارش هست دیگه. اما دانش آموز هم نه، سر تاش مثلا 4 تا تست میزنه، 4 تا 100 تاش میشه واسه روتین. خب بسته به این که تو چقدر از برنامه رو چه برنامه ای داری و این لااقل از این برنامه یک پنجمش به واسه روتین باشه، حتما یک چهارم، یک پنجمش، یک چهارم زیاده، یک پنجمش به حتما واسه روتین باشه، چون روتین همه درس هست و همه عمومی هست. دانش آموز هم میپذیم. سلام علیکم، خوش آمدید. بله شما نمیتونیم، میشه نشون داد الان با گوشی چیزی رو؟ میشه نشون داد 3700 تا رو بهتون نشون بدم؟ مثلا گزارش کار دیشب رو بیام جو دوربین. این میبینید 3570 معلومه؟ آه. اینطور این که آزمون جامعه کی انجام بدیم، پس میشه انجام داد. میگه من خودم اینجوری چطور میشموری؟ شمردن سخته، منو به پیدا کردنم داستان دیگه، ولی خب به هر حال آدمی که میخواد حسرت تصمیم اولویت بندی رتبه تشه. درسته؟ و اینکه ندیدین دیگه چیکار کنم دیگه، آوردم جلو دوربین دیگه چیکار میکنم. خب این از این بچه دانش آموز تجربی بوده، گزارش کارا هست دیگه، میتونه مدرسه برای نهایی رد نکنه. چی بگم والا، مدرسه‌تون تهدیدای عجیب غریب میکنه دیگه. نه واقعیتش اینه که نمیشه، ولی اینکه شما این شکلی نباشی که اینطوری نباشین که بخواییم با مدرسه لرج کنی، لرج کنیم بدتر میشه. چیکار کنم واضح باشه؟ الان واضحه؟ نمیشه دیگه. حالا اگه معلوم بود که بود نبود دیگه تمام تلاش هم کردم. خب تک رقمیه دیگه بچه، رتبهش تک رقمیه. خب این از این. حالا این فقط یه نشه ها، الان مثلا یکی دیگه هم هست، مثلا دانش آموزای مختلفی هستن تو رشته های مختلف. الان مثلا چند تا نام ببرم، این رکورد بالای 3500 تاشه، رکورد بالای 2500 تا خیلی هست، خیلی که میگم یعنی بالای 10 نفر، بالای 10 نفر مثلا دیگه اوکی دیگه. ببین ما از رکورد چه میدونم صدها نفر داریم رکورد مثلا بین 500 تا مثلا تا 800 تا تست در طول روز، تا 900 تا تست در طول روز، و این دیگه مثلا بری بالا 2000 تا 2500 تا، این دیگه رکورد مهمه. من اینو برات توی چیز میذارم، توی اینستاگرام هم میذارم، هست توی رضایت پیشرفت برین هست کلا.
دقت بکنید، علت این که مثلا اینا رو شما باید ببینید این نیستش که خب من رقیبم اینه بعد من دیگه نمیتونم بهش برسم و تمام، مثلا من درصد آوردم براتون دیگه اینجا. خب اصل مطلب این بود، دقت بکنید همه حرفازم که به اینجا برسم، من رقیبم اینا هستن، این همه آدم با این همه درصد زدن ها، و من دیگه کجای کارم الان، من این وسط کجای کنکورم، من اصلا چی کار باید بکنم؟ نه دیگه این نشد، این داستان نیست. شما همیشه چشمت به رقبا دارن چیکار میکنن، خودم رو چطور میتونم، بارها گفتم بازم میگم، من چیکار میتونم بکنم که نسبت به خودم بیام بالا، نگاه بکنم به رقبا چیکار دارن میکنن، روش مطالعهشون چیه، چه برنامه استفاده میکنن، چیکار دارن میکنن، چه جوری نسبت به اونها بررسی میکنم که چه روش هایی رو استفاده میکنم، برای خودم نهادی نمیکنم، نه اینکه بخوای راه رفتن اونها رو یاد بگیر، راه رفتن خودت یادت بره ها، نه اینکه بتونی نگاه کنی به اونها، نگاه که کردی در خودت شخص سازیش کنی، نهادی نش کنی و خودتو بالا بکشی به اندازه توان خودت. اینطوری شد یعنی تو بردی، اوکیه؟ به این ترتیب بچه ها وقتی که وقتی که شما درس رو خونده باشین دیگه، درس نامه رو مثلا الان دیگه مثلا وقتی جنبندی کرده باشین، درس مطالعه کردن ندونی که، درس نامه رو دیگه نمیخونین، بیشتر تست میزنین، رفع اشکال میکنین، نشاندار میکنین، بررسی میکنین. بچه ها یه سوالی که خیلی میپرسین، برای مثلا من جواب بدم چون سوال چند نفرتونه، برای دوازدهم انسانی چند ساعت مطالعه میانگین خوبه؟ بچه ها نکن، اولا این که چند ساعت میانگین خوبه رو توی دانش آموز من میتونی تعیین کنی که تا به حال چقدر خوندی، چقدر میتونی از من بپرسی. من میگم عزیزم روز 14 ساعت کمتر اصلا چطوری میتونی برسی؟ با چه روشی میشه رسید؟ نمیشه دیگه، سخته. تو مثلا بیا 8 ساعت بخون. خب درسات میمونه، روتینات میمونه، اثر مرکب چی میشه، استمرار چی میشه، تعادل چی میشه، نظم. بعد مثلا دانش آموز من گفته بود که خانم مثلا شما گفتین با 10 ساعت میشه پزشکی قبول شد. من 10 ساعت بخوام چون تضمین میکنم پزشکی قبول شم. درست بخوام گفتم تو این سالای عمرم هیچ جا اصلا تضمین نکردم غیر از کار خودمو. دوباره که مگه میشه شما بتونی مثلا چرا 10 ساعت؟ چرا واسه خود عدد میذاری؟ تو بشین نامحدود بخون. خب بشین به این قضیه فکر، آقا من برنامه باید داشته باشم، طبق برنامه پیش برم. الهی به امید تو. نظم دارم. از 12 شب میخوام، 6 صبح از خواب بلند میشم، برنامه اجرا میکنم. چقدر اصرار داری حتما مثلا اینکه حداقل ساعتی که میتونم بخونم میانگین چقدر؟ 14 ساعت. خوبه، الان راضی شدی؟ الان اوکی با این قضیه؟ 14 تا 16. خب بچه اونایی که مدرسه هستن، ترکیب میشه دیگه. اینطور نیستش که من میگم علاوه بر مدرسه یه 14 ساعت هم بذار روش، بعد شبانه روز شما مگه کش میان؟ بعد بچه یه جوری مثلا بعضیتون یه جوری رفتار میکنید در مورد ساعت مطالعه، مثلا اینکه خانم 8 ساعت بسته، خانم 5 ساعت بسته، خانم چرا انگار مثلا کنکور برای شما جداگانه شهریور قرار ازتون گرفته بشه؟ مگه کنکور دیگه برای همه یکسانه؟ بعد یه سوال دیگه هم برام پیش میاد، اینکه شما چرا فکر کردین که نباید مثلا تو این زندگی سختی رو تحمل کنی، مثلا همه چی باید ناز باشه، الهی باشه؟ این همیشه این سوال تو ذهن من هست، چرا الان سوال این بالاست؟ بالاخره هر به دست آوردن موفقیت سختی خاص خودشو داره دیگه، نه اینکه رنج بکشی هوشمندانه کار نکنی ها، ولی سختی هم داره دیگه. چرا چه فازی داری الان مثلا تو؟ نه واقعا چرا مثلا چونه میزنی؟ محمد امین توستی سابقه بلاک کردن من خیلی زیاد نکنه از این کار. اینا 100 بار توضیح دادیم دیگه، 10 بار دیگه توضیح نمیدیم. بیا اینجا بچه ها، حالا من مثلا سلام چرا الان میای؟ خب نه یه مسئله دیگه من بگم بعد برم سراغ این. مثلا اینکه چون من اینجا براتون درس دارو بردم، بعد کارنما رو بردم، مهمه برام سطح سالار امسال مثل همیشه مفهومی پیش می نمی‌کنم، مفهومی و سخت مثل سال گذشته فرق نمی‌کنه که. ریاضی فیزیک هم میگم بهتون، سوالی که جواب نمیدم صبر کن جواب میدم. یه سوالی که الان داشتم، چشم بچه چیزایی که گفتم ربطی به تجربی نداشت که، همش هم مشترک بود بین انسانی، بین ریاضی و تجربی دیگه. دلیل نمیشه سنجش آسون باشه، کنکورم آسون چه ربطی داره؟ خدای من این تفکرات رو بریزین دور.
زیست امسال سخت‌تره. بذارید من سری بعد رمل و اصطلاب میکنن براتون میارم میندازم میارم زیست سخت‌تره. چی میدونی؟ نسبت به گذشته اگه بخوایم بررسی کنیم مثل گذشته مفهومی تر پیش میرم، اما اینکه بخوایم دقیقا بگیم که سخت‌تر خواهد بود چیز دیگه. به این ترتیب هستش که شما سوالات مثل همه کنکورهایی که تو این اخیراً برگزار شده سخت و مفهومی خواهد بود، شما باید برای همون آماده باشی. خدایا الان من تو انزایی نیستی پرسی خوبه. بله احتمال مثل 1400 چشم بگفتم چی بود یادم رفت. آره چرا دقیقا حس دوانویس بودم بهم دست میده. خب میگم دیگه سوالات مثل سال گذشته چیه؟ سخت و مفهومیه. پس هیچ چیز غیری نیست. فکر نکنین چون سنجش آسون بود هیچ ربطی میتونه نداشته باشه. چطور میبندیم لطفا؟ چطور ببندیم؟ شما دستتون همجوری میرسه حواستون هم نیست. بچه ها چت بسته تا زمانی که من کارم کامل انجام بدم. من سر کلاس من از این من نمیشستیم. من پرناز ایدری هستم، فوق لیسانس روانشناسی بالینی، لیسانس هم دانشگاه تهران بوده. خوبه راضی شدین الان؟ خب بیان اینجا. ما این چیزی داریم به نام این که خب شما مثلا ممکنه که یه تصوری تو ذهنتون باشه من ادبیاتو باید 100% بزنم، عربی رو باید 100% بزنم، بعد این یه استرس خاصی داره مثلا دینی رو 100% بزنم، زبان رو 100% بزنم و این که خب حالا مثلا به اون قضیه نمیرسیم، حالا اون چی میشه؟ استرسش چی میشه؟ عذابش چی میشه؟ خب من با چیکار کنم دقیقا با این قضیه؟ دقت بکن. حالا من برات اینو از کنکور سراسری 1400 آوردم، تجربی شو، ریاضیش هم هست و انسانیش. ببین بچه هایی که از منفی 30 تا منفی 33% دادن تو درس ادبیات، ببین اصلا 37 نفر بودن که رفتن مورچه بردن سر آزمون، گفتن عزیزم تو هر جا بری ما هم دقیقا پشت تو راه میریم، تو برو او کجا میری ما هم دقیقا همونه میریم. اینطوری شده که میانگین آقا منفی 33 به ترتیب میاد پایین دیگه، منفی 20 منفی تا منفی 30 منفی 10 تا 100%. این آمار دقت بکنید، توجه کن به این قضیه که بهت میگم. حالا این ستون درس ادبیاته که 100% نداشته. به طور میانگین بچه ها تو ادبیات چند درصد زدن؟ 12.4%. یعنی شما دقت بکن میانگین جامعه از چه بچه هایی تشکیل شده. خودتو باید از میانگین جامعه بکشی بالاتر نمونی. خب باید به خود نگی که اگه سنجش من 10% اوکی چون زده مثلا فلان. مثلا دقت بکن توی قلمچی به اون منطبق ها، منفی دوها، مثبت یک ها، مثبت دوهایی که واسط میزنه منطبق نسبت بقیه فلان فلان، اینا رو باید خیلی بهش توجه کنی چون در نهایت به همشون به اینها ختم میشن. خیلی مهمه دقت بکن، نه همشون با هم دیگه ارتباط دارن چون چی میگن چی از کوزه همان برون تراوت که در روز دیگه. شما همینو ادامه میدی به کنکور میرسی دیگه، حالا این روند اگه تغییر بدی که مثبت میشه، اگه تغییرش ندی که میمونه، تغییرش هم منفی باشه سقوط میکنی میای پایین. دقت بکن عربی از منفی 33 تا 100% که خب ما 100% داشتیم 437 نفر. دقت بکن خود 26 نفر هم که منفی 33 رو زدن، چند نفر مثلا زدن چه میدونم 44 مثلا 31000 نفر تقریبا زدن مثلا 44%. خودت الان کجا میبینی؟ تو آزمون ها، تو جنبندی ها نسبت به میانگین کنکور پارسال که 18.8 بود تو کجای کاری؟ دقیقا الان تو کجای کار وایسادی نسبت به میانگین پارسال و نسبت به اون آزمونایی که خودت میدی؟ آزمونا رو تحلیل میکنی؟ یکی از کارهای مهم تحلیل آزمونه دیگه. من فقط اول نفری که سلام احوال شما خوب هستی؟ خسته نباشی میشه سالشم باید. خب پس چی شد؟ آزمون که میدی تحلیل میکنی ببینی نسبت به میانگین چطوری؟ نسبت به سایر رقبا چطوری؟ یا فقط نشستی اون حرف رو گوش دادی که مثلا خودتان رو با خودتان مقایسه کنی؟ اشتباس. خب پس چی شد؟
میانگینی بوده. تو الان میانگین چنده؟ خودت رو بکشی بالا. دقت بکن به وضعیت خودت. عربی معارف. معارف از میانگین 22 نفر خسته داشتیم سر آزمون داشتن چرت می‌زدن، ساندویچ کیکشون می‌خوردن و منفی 32 درصد زدن. ماشاءالله ایشون. و از این برم چند درصد؟ 100 درصد هم خوب داشتیم دیگه، 87 نفر 100 زدن. میانگین دینیمون هم چند بوده؟ 21 بوده. 21 درصد. خوبه. خیلی خوبه. تو چی؟ الان تو این وسط چی کار داری میکنی؟ آیه ها درست میخونی یا نه؟ کتابو خوردی یا نه؟ کتابو جدی یا نه؟ چی کار کردی واسه دینی تا الان؟ دینی آیا تو روتینات هست یا نه؟ آیه ها رو دوباره چک میکنی یا نه؟ پیام آیاتو، ارتباطاتو واسه ادبیاتو چی کار کردی؟ قرآن هر شب میزنی یا نه؟ اصلا قرآن بلدی بخونی؟ جلسه پیشم رو دیدی گفتم دفترچه قرآن استادم همیشه بهتون گفتن دیگه. آره یه کار میکنی، تمرین حل میکنی، نشاندار میکنی، مرور میکنی، چی کار میکنی دقیقا؟ میرسیم دوباره به همینا. با اینکه صد هزار بار من اینا رو گفتم. زمین شناسی. خب حالا اینو خیلی نمیخونن. اما عزیز من، برادر، خواهر، تو که نخوندی بودی. چرا رفتی مثلا؟ آها زبانم میگم. چرا رفتی مثلا 21 دفعه رفتن منفی؟ چرا نشستی زدی همه رو؟ مثلا میخواست طرح بکشیدی دیدی مثلا تو پاسخ برگ بعضی طرح میکشن. ما در پاسخ برگ نقش رخ یار دیده ایم. دقیقا همون شکلی. حالا زبان چی؟ زبان 38 نفر خسته. مثلا منفی 2 درصد. بچا میانگین چنده؟ میانگین 14. تو من تمام حرفم اینه، تو نسبت به میانگین های جامعه کجای کاری؟ حالا میانگین کنکور پارساله تو الان تو این آزمونا داری چیکار می‌کنی؟ آزمون میدی یا نه؟ اگر میدی درصدات چنده؟ اگر درصدات بررسی کردی، غلطات هم بررسی کردی یا نه؟ نشاندار کردی یا نه؟ نشاندار مرور کردی نه؟ چه چند بار؟ 8 بار. خب بیا اینجا. زمینم که گفتی حالا 2% بوده میانگین، عالیه، درجه 1. و حالا ریاضی. خب زمینم که صد نداشتیم، زبان خب خیلی صد داشتیم، 1127 نفر. ریاضی عزیزمون که صد نداشت متاسفانه. و اینکه حالا 90 خب داشتیم یه ذره، ببخشید این چیزه ریاضیمونه. آره دقت بکنین که این میانگین نمره هر درس. آره 19 نفر چند زدن؟ منفی زدن. کلن میانگینش چیه؟ 3.7. میانگین زیستمون 7.6. حالا من اینو تخصص نمیگم چون بچه های انسانی و ریاضی هم باز غور میزنن. بچه هم بهش دقت بکنین. و عمومی های اینجا ببین، ادبیات 11.5، عربی 17.7، معارف 18.3 و زبانم 14.3. حالا بیاین یه مسئله خیلی مهم با هم دیگه بررسی کنیم. اینجا ما چی آوردیم؟ اینجا برای بازم میگم بچه ها نمونه من آوردم درصد تجربی. حالا شما چیز نکنین که مثلا چرا تجربی چرا انسانی نه، میگم نگین حالا دوباره از اول دیگه. نمونه آوردم، نمونه ببینید. بیشتر الان گیر من رو عمومی هاست، یعنی من میخوام از این کلاس چی میخوام؟ من از این کنی ما هر هفته از کلاس یه چیزی میخوایم. خب من از این کلاس اینو میخوام که شما پاتو به این کلاسو بستی تموم که شد رفتی کلن چی کار رو انجام بدی؟ کلاسی که بعضی تموم شد شما بیا چیکار کنی؟ شما بیای و بگی که اوکی من دیگه یاد گرفتم که دیگه عمومی ها رو روتین روزانه بذارم، شبیه تنقلات، شبیه مثلا چی بهش میگن، شبیه مثلا غذای سبک. اول با زبان شروع میکنم، لغت میخونم، لغت چجوری بخونم؟ لغت زبان رو تو فلش کارت میبرم میخونم، یا همون جعبه فلش کارت ها رو توی جعبه لایتنر یا بهیاد میذارم میبرم. پس من از این کلاس چی میخوام؟ یاد گرفتن روتین روزانه شما، انجام دادن کارهای کوچیکی که اثرات خیلی بزرگ دارن. یا اگر انجام ندین یه سری از کارا رو اثرات منفی میذارن، یا اگه کارهای بیخودی انجام بدین اثرات منفی بزرگی میذارن. پس کارهای مثمر ثمر و مفیدی که اثرات بزرگی دارن، مثل یه منفیش میشه چی؟ مثل یه گوله سنگی که با برف قل میخوره، قل میخوره بهمن میشه و همه جا رو نابود میکنه، نشه اون شکلی. نگاه بکنی ساعت مطالعه یه هایی به خاطر استفاده زیاد از گوشی، استفاده زیاد از حواس پرتی های مختلف، حالا هرچی
صحبت کردن با آقایی با خانومی کلا مثلا از بین رفته. نکن خواهر من، نکن برادر من، نگاه میکنی اونجا حسرت میمونه ها، نگو نگفتی. خب این از این. آره پس روتین شد چی؟ زبان چطوری خوندنشه؟ فلش کارت استفاده میکنم، لغت هایی که میخونم. فقط لغت خوندن این شکلی نیستش که مثلا من الان دفتر ندارم، مثلا اینکه دیدی مثلا حالا مثلا خیلی سبز یا لقمه دارن یا هر چیزی، نگاه میکنی دستتو میذاری رو جوابا میخونی، مثلا environment smart مثلا، بعد ترجمه شام میخونی. خسته نشی یه موقع، این طرز لغت خوندن نیستش که تو مثلا این شکلی لغت میخونی بعد میگی چرا من لغت میخونم پیشرفت نمیکنم. لغت باید در سطح خونده بشه. یک، من لغت رو میبرم تو فلش کارت، روی فلش کارت لغت پشت معنی میبرم تو جعبه لایتنر. جعبه لایتنر روز به روز برام مشخص کرده امروز اینه، فردا اینه، میره بلدم جدا جدا میشه و داستانهای خود جعبه لایتنره. بگیریم جعبه لایتنر رو و توی فواصل زمانی حتما مرور انجام میشه و بعدش هم مثال حل میکنم. مثلا بچه‌ها میگم واقعا مثال لازمه واسه زبان؟ بله که لازمه. یعنی شما در طول روتین، بله روتین خونه فقط لغت زبان خوندن نیست، حل کردن مثالش هم هست. پس روتین زبان شد چی؟ میتونه لغت باشه با جعبه لایتنر و بعدش هم چی باشه؟ مثال حل کردن باشه. بارها هم گفتم اگر چیزی یادتون نمونه حافظه تصویرتون استفاده بکنین، انیمیشن ببینین، فیلم ببینین، صدا گوش بدین، یا اصلا شنیداری صدا گوش بدین، بالاخره یه طوری به اون مغز خودتون حالی کنین که این باید تو مغزت بمونه وگرنه سریع یادش میره. یادگیری بدون فراموشی رو باید داشته باشی. خب این از زبان. حالا ادبیات خوندن چی؟ ادبیات چند تا بخش داره، درسته؟ ما گفتیم می‌خوام ببریم تو روتین دیگه. چی شد؟ آرایش شد، املا لغت شد، قرابت شد، دستور زبان شد، تاریخ ادبیات. خب کدومش از همه مهمتره؟ مسلما قرابت، آرایه، املا لغت. اینا مهمن که حتما انجام بشن. چطوری انجام بشن؟ اگر کسی هست توی خونه به شما املا بگه دستش درد نکنه، حتما حتما شب به شب این کارو براتون انجام بده. قرابت ها حتما باید کلید واژه ها جدا بشن، کلید واژه ها جدا میشن، دفتر جدا نوشته بشن. حتما حتما شما هر شب با دفتر چک بکنید، تست قرابت بزنید. اگر نتونید تست قرابت بزنید، تست جامعهشو بزنی، حتما حتما بزن، از رو جواب نگاه کن. امینه با همچی سرعتی حرف نمیزنه که من براتون حرف میزنم. قبول نداری؟ قبول داشته باش. حالا پس چی شد؟ چون تایم نداری من سریع بگم. پس چی شد؟ حتما حتما شما باید قرابت رو ببین. یه وقتی اصلا میگه من تست جامعه نمیتونم بزنم، خود نتون انجام بده. هی نمیتونم، میدونی چه اولین سطح بی‌مسئولیتی؟ دقیقاً همینه دیگه، نمیدونم چی کار کنم، بعدش هم نمیتونم، نمیتونم انجام بدم، بعد اینجوری میره بالا. خب شروع کن، میتونی انجام بدی. آره و اینکه دین و زندگی هم همینطور، اینا باید تو روتین باشن. یعنی ما هر روز عمومی، بله به اندازه کوتاه، کم، چقدر اندازش بسته به میزان تستی که تو در برنامه داری. برنامه تو این میزان برای هر شب متفاوته. تموم شد، برمی شد تادگی. عربی هم که دیگه مثلا گل سرسبده. من یادم نمیاد روزی، هفته ای، ساعتی، ثانیه ای، یا اصلا توی این ماها واسه دانش آموزی عربی اصلا نذاشته باشم. نه عربی، نه املا لغت، نه فارسی. هیچ کدومشون کم نشده از برنامه، همیشه هر روزشون هست. اگه دانش آموز اجرا نکرده باشه خودش ضرر کرده، خودش ضرر کرده. پس چی شد؟ عربی، ترجمه. آیا لازمه که من همیشه اصول ترجمه رو بخونم؟ عزیزم یک بار خوندی دیگه انشالله که بلدی، اما اگه لازم بودش که دوباره تکرار کنی، دوباره تکرار کن. پس ترجمه، اگر ترجمه رو به حد اعلی رسیدی دیگه قواعد هم تست بزن و از درک مطلب میترسی، اشکال نداره، برد دلش. ترس شما واقعی نیست. اگر دیدی اشکال داری میری بررسی می‌کنی، اشکالات رو رفع می‌کنی. از درک مطلب زبان یامون کلاس، از ریدینگمون میترسی، از کلاس تستمون میترسی، اوکی نگاه بکن ترس واقعی هست یا چیش میترسی، بررسی بکن. بررسی انجام شد اون وقت متوجه میشی که ترس واقعی هست یا واقعی نیست. بریم در صدا بچه ها. این رتبه من براتون چی آوردم؟ این درصد دانش آموزه، یه سیرت دانش آموزه هایی هستش که تو حسار 1400 حدود رتبه 1000 به دست آوردن. حالا مثلا رتبه 913 تا 1683 تو رشته تجربه منطقه 1. خب توی سهمیه کلشون 913 شده. عدد فارسی چند درصد؟ 37 درصد. نکن. پس بچه ها توهمی که شما دارین رو این میخوام از شما بگیرم که مثلا شما بگین حتما باید 100 درصد باشه و من نمیتونم 100 بزنم و نمیشه اینها رو. من میخوام یک کمی با هم دیگه در موردش داشته باشیم روند. بعد اینجا عربی 70 و
8 تا 69، دین و زندگی 8 تا 54، زمان خارجی 68، زمین 10 و 69، ریاضیت 28 تا 29، زیست 58، فیزیک 64. نگاه کن درصداشو. من فکر نمی کنم مثلا شما با همین روتین خوندن عمومی با تخصصی خوندن هایی که تو برنامه تون هست و میتونید بذارید نتونید به این درصد ها برسید. ببین رسیدنش سخته، مثلا نمیگم آسونه، اما دقت میخواد، توجه میخواد و استمرار میخواد. داری دقت، توجه و استمرار رو؟ دقت، توجه، استمرار. حالا استمرار توش نظم هم هست دیگه، باید مسئولیت پذیر باشه دیگه. چی؟ اینجا مثلا میخوام این 1032 رو بررسی کنم. این 1032 رتبه در رتبه کل سهمیه‌اش، گفتم منطقه 1ن بچا. این 48% فارسی زده، عربیشو 78.69 زده، دقیقاً مثل اون. دین و زندگیشو 70.69 زده، زبان خارجی 81.4 زده، زمین شناسی 72 زده، ریاضیات 16% زده. زیست 57.4، فیزیک 26.5. میانگینم که دیدی میانگین چه جوری بود دیگه، دقت کردی؟ اینم یه کارنامه ای که واسات آوردم، چند تا کارنامه کنارم دیگه گذاشتم که ببین. شیمیشم 30.5. خیلی دوری از این فضا؟ توی آزمونا چقدر از این فضا دوری؟ اگه خیلی دوری، بیا بررسی کن منابع تو، روش مطالعه تو، بچه دقت کنیم برف من. اگه از این فضایی که دارم بهت نشون میدم خیلی دیگه دور شدی، یا منابعت مشکل داره، یا درست درس نمیخونی، بعد بستگی داره. مثلا نکنیم منابع خیلی واسه سنگینه، یا خیلی واسه سباکه، یا درست درس نمیخونی، نوسان داری، بالا پایین خیلی میشی، فکر میکنی داری درس میخونی، ادا درس خوندن در میاری، یا هر چیز دیگه. بررسی مقدماتی انجام بده. اگه به این فضا دور نیستی، وقت جنبندی های سنگ و دیگه بزنی از اینها بالاتر دیگه، چون بالاخره ما تو سر جلسه هم خیلی مسائل هست که بهمون غلبه میکنه و باید خیلی حواسمون باشه، خیلی باید حواسمون باشه. من در موردش صحبت میکنم. خب بیا اینجا، گل داستان اینجاست دیگه. نگاه بکن، مثلا بخوام اینو بررسی بکنم، بخوام مثلا این 1341 رو بررسی بکنم، فارسی رو زده 48%، زبان رو زده 68%، دینی رو زده 65%، و چیز رو زده، زبان خارجی رو زده 100%، اون عربیش بود 68، خارجیش بود 100%، زمین که نزده، ریاضی 21، زیست 74، که خب 74 آدم تو کنکور خیلی سخته، اما خب در صورت دیگه‌اش هم معقوله. فیزیک 16.7 و شیمی هم 46.7. خیلی دوری؟ یه قیاس داشته باشیم خوبه. و اینکه مثلا حالا بخوایم رتبه، مثلا در رتبه در سهمیه کل، مثلا این میگم بازن تکیب کنم، منطقه 1 1683 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. فارسی 44%، 70 76 78. تخصصیاش هم، تخصصیاش که عمومیاش چقدر بالا بوده، ولی واقعا که عمومیاش نجاتش داده، دقت بکن. چون تخصصیاش نگاه کن، زمین که حالا داستانش فرق میکنه، این که کم زده مثلا 30% زده، باز بسیار بقیه بیشتره، اما ریاضی ها زده مثلا 22، زیست زده چند؟ زیست زده مثلا 55، باز این به نسبت خوب بوده. بعد اینم که فیزیکش هم زده 32 و شیمیش هم زده 60. عمومیاش هم خیلی حالا بالا بوده، ولی نکن ما تو ادبیاتمون ادبیاتش خیلی خوب نداده، و این میدونین که ادبیات خب بسیار بسیار مهمتر، ولی خب زمان بندی ها رو هم شما در نظر داشته باشید. حالا من میخوام دوتا کارنامه رو بررسی بکنم. دوتا کارنامه براتون آوردم اینجا. یعنی چی؟ این نمره کلش شده 9608، همون ترازمونه، و حالا استان بومیش تهرانه، شهرش زاهدانه، و اینجا دندون پزشکی قبول شد رتبه کشوری شو که ایچی 5794 رتبه کشوری رتبه کل شد. در زیر گروه یکش هم که 1653، و اینکه خب علوم پزشکی زاهدان هم قبول شده. دقت بکنید، ادبی 44، زندگی 76، زمین 30، زیست 55.4، شیمی 60، عربی 70، زبان خارجی 78، ریاضیات 22، فیزیک 32. دقت به این کانو بکن، چقدر ازش دوری؟ کجاست دقیقا؟
شهر کاشان، استان بومی اصفهان، زیر گروه 1 834. خب دو بعد از زیر گروه 1 شد. عدد فارسی 37، جزء دیگه 85، زمین 10، زیست 58، شیمی 59، عربی 78. چقدر دوری؟ خیلی دوری یا نزدیکی؟ چطوریه؟ یه بچه تو باز میکنین بچه ها چقدر خودتون رو دور میبینین از این فضا؟ این منطقه دوه. خب پس نزدیک میبینی، پس سنگ ها دور میبینی. این که زمین بزنین انتخاب خودتونه که مثلا میخواین که رشته های مرتبط انتخاب کنی یا نه. همه رو میتونی بزنی، احساس میکنی نزدیکی، ندون نزدیک. خب آها خیلی الان اینجا مهمتر، نزدیک تر از رگ گردن. جمله سنگین کمر هم اصلا خمشه. خب دقت بکنی به این قضیه. چشم من مثل انسانی رو دوباره میگم، اینا همه رو چند بار تکرار میکنم. هنوز گیر اینه که ریاضی فیزیک چیکار کنی، من توضیح میدم صاف کن. بچه ها نکن تأثیر زمین. خب توی نمره کل ما با نمره کل که نمیام چیز کنیم، که نمیام انتخاب رشته کنیم، که پس واسه اگر میخوای تو زیر گروه خودش انتخاب رشته بکنی زمین بزن. در این صورت نصف داد مثلا مثل همیشه همه میگیم نیداروسازی میخوای بزنی زمین بزن، در این صورت نه فایده نداره به این ترتیب. خب فدات. خب بیان اینجا پس دقت بکنید بچه ها، حرف من چی بود؟ یه حرف رو یک بار بزنین. گفتم توضیح میدم، چشم ریاضی فیزیک رو توضیح میدم. یک مسئله دقت بکنین بچه ها، یه چیز خیلی جالب اینجاست که علتی که من اینو آوردم، علتی که این کارنامه ها رو آوردم چی هستش؟ چون اول فرصت هم محدوده، من فقط تجربه آوردم، ولی بعد دوباره براتون انسانی هم میارم، ریاضی هم دوباره میارم، چون هنوز منطقه دیگه مونده که بررسی نکردیم. آره در مورد سهمیه هم توضیح میدم که پرسید منطقه 3 چقدر تاثیر داره فلان. سهمیه ها رو بعد کاملتون توضیح بدم و باز کنم مسئلهش، خیلی مهمه چون یه سری چیزای عجیب غریب درمش فکر می‌کنم. این که بچه ها وضعیت خودتو ببین نسبت به سال گذشته و نسبت به کارنامه ها خوشو مهمن دیگه، و نسبت به میانگین جامعه تو آزمون بررسی کن. علت اینکه آزمون بعد بدی همش بررسی کردنه، همش بررسی آقا من وضعیتم چیه. تو رو خدا دقت کن به این مسئله، نکن شما دقت نمی کنی بعد میری سر آزمون بعد میبینی که اصلا آزمون دادنت همش با آه و ناله و بی اهمیتی و خدای من اینجا رو خراب کردم، اونجا رو مثلا مشکل بود، چیز دیگه. از همون کارنامه همون شخص رو آوردم براتون بچه ها. این کارنامه‌ای که تو نشون دادم کارنامه اون آدمه بود که براتون آوردم، باش در موردش صحبت کردم براتون، این داستان اونه. خب پس چی شد؟ میخوام بهتون بگم که دقت بکنید که شما دقیقا جایگاهتون چیه توی درس خوندنتون نسبت بقیه، نسبت به میانگین پارسال، نسبت به بچه ها. اینو باید هی بیاریم بالا. اگر خیلی الان خودتو دور احساس میکنی، چون بچه ها خیلی ها هستن خوب درس میخوان اما نتیجه نمیگیرن، از نظر روان، آمادگی ذهنی، کنترل کردن ترس، اولویت بندی، مرور کردن، همین رو خودتو بتونی درست حسابی کنترل کنی، در این صورت متاسفانه خرابکاری میشه دیگه. من اینا رو چون هر سری ما کارنامه رو به دلیل توضیح میدیم، الان دلیل من این بود که روتین ها کمکت میکنه که نسبت میانگین خودتو بالا بکشه. چرا؟ چون بچه ها فکر میکنن دو روز در هفته فارسی بخونن کفایته، یا دو روز در هفته دینی بخونن کفایته، مثلا دو روز در هفته عربی بخونن کفایته. نیست. الان کسایی که درس تمام کردن هر روز باید چیکار کنن؟ هر روز باید در مورد سهمیه ها فکر کنم دو تا کلاس دیگه صحبت بکنم، کلاس بعد نه کلاس بعدش. قبلش توی کانال توی پیج خودم اطلاع میدم بهتون که در مورد چی میخوام صحبت بکنم و در مورد هر مسئله که شما به کنکور تجربه صحبت میکنم. پس چی شد؟ وضعیت خودت رو بررسی باید بکنی. چه چیزی میگفتم حواسم پرت شد. آره این منطقه دوشه بچه ها، رتبه دقت بکن منطقه دوه. بچه هایی که میانگین 1000 بودن دیگه، حالا از 869 تا 1164. بچه ها من کارنامه نفر اول و نفر آخر رو براتون باز میکنم همیشه، از اول نشون میدم بعد دقت کرده باشی اون است.
و اینکه مثلا کسی که شده مثلا 869 تو منطقه 2 فارسی چند زده؟ 53 ممیز 4. زبان عربی 94. بیرون زندگی 90. خوبم زده. زبان خارجی 36. ریاضی 33. زیست 58. فیزیک 6. چقدر دوری؟ چقدر نزدیکی؟ منطقه 2 عزیزم مثلا 1501 شده رتبه در منطقه 2. 48 درصد فارسی زده، 68 درصد زبان زده، 70 درصد ریاضی زندگی زده. ببخشید اینجا عربی بوده. این میشه زبانش، این هم میشه ریاضیش و این هم میشه زیستش و فیزیک و این هم میشه شیمیش. درسته؟ تو کجای کاری؟ آخرین نفر داره کارنامهش براتون میاد. کارنامهش چیه؟ دقت بکنید. مرد مثلا دیگوره یکش 786، شهر قم، عدد پاریسده چند؟ 53. زندگی زیست شیمی. خودت الان کجای کاری؟ حالا اگه آزمون ندی، اگه جنبندی نکنی، اگه بررسی نکنی، من نمیفهمم. دقت بکنین و هر روز هر روز تمام آزمون ها دونه بدونه بررسیش تو روتینت قرار میگیره. درس خوندن و فارسی خوندن و عربی خوندن، عربی خوندن تو روتین قرار میگیره تا اینا تکرار تکرار تکرار. علت این که من تکرار میکنم چیه؟ بیکارم. نه دیگه، تو مغزت بشینه حرفا. درس خوندن هم همینه دیگه، چون شما روی سنگ هک نمیکنین مطالب رو، خب از اطلاعات حافظتون پاک میشن. هی بعد دوباره یادآوری کنین. خب بسته به شیوه مطالعه، بسته به میزان تکرار، بیشتر تو یادتون میمونن. این داستانش همینه، تکرار 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 کمکتون میکنه. این هم یک کارنامه دیگه. چقدر دوری؟ من تقیه سه هم سریع نشون بدم بهتون. بازم اینجا رتبه های تا 1000 مون است و اینکه رتبه 844 تا 1401. از 844 مون ادبیاتش چند زده؟ 57. عربی 72. دیروز زندگی 86. زبان خارجه منطقه 3. بچه‌هایی که منطقه 3 خوب دقت کنید. حالا مثلا اینجا طرف شده چند؟ دقت بخیر، جالبه، شده 1080. فارسی زده بوده 45%، عربی شده بوده 49%، منفی 2% زده دین زندگیشو، 46% هم زبان زده بوده، 40% زمین و از این برم ریاضی 66، زیست 52، فیزیک 64، شیمی 63. این دقیقه کارنامه‌اش رو نشونتون بدم. نه بودم کنمش. آره این دیگه کنمش نه بودم براتون، ولی خب دیگه به همون منوال ادامه داره. در سالشون که براتون آوردم به این ترتیب. خب این از منطقه ایسته. آره دیگه در اصلا فرق میکنن. بعد بچه ها به این ترتیب، خدا رو شکر که براتون عالی بود. یه دقیقه خودتون رو استاده میانگیم. پس چی شد؟ من آیدی پیجم مشاور آندرلاین پریناز هیدری. خب الان بهتون در مورد ثبت نام مشاوره میگم. خب اونایی که سهمیه دارن، بچه ها با چند پزشکی قرار میشه دیگه، براتون کارنامه آوردم دیگه، پزشکی چند میخواد و اینها، تبریز و اینها، میرین توی قلمچی پیدا میکنین دیگه. چه خدایا تمام شد. خب من جنبندی انجام بدم. فهمیدین امروز از کلاس باید چی ببرین بیرون؟ همراه خودتون دست پر باید برین، روتینا رو فهمیدین، مراد انجام بدین که اثرت بده لمونین، که کارنامه اینه، نسبت به میانگین خودتون بسنجید، هوشمندانه درس بخونین، بررسی کنین، اینقدر دنبال حاشیه نباشین، با فلان نسبت دارین، هدتون چقدر قشنگه، وای چه سری، چه دومی عجب پای، اینا خوبه ها، حواستون ولی نشون دهنده حواس پرتی های شماست. بارها هم دارم میگم که شما باید چیکار کنین. شما باید اول حواس پرتی از خودتون دور کنین. برای مشاوره هم بله، با شماره 0219180020 توی حالا سایتتون تماس بگیرید و هم تو پنل خودتون. و اینکه به این ترتیب مشاوره میتونید ثبت نام بکنید. در رابطه با سبک مشاوره هم سوال داشتید، بیاین توی پیج از خودم میتونید بپرسید، از پشتیبان ثبت نامتون میتونید بپرسید. و اینکه توی مشاوره TNT همراهتون هستیم، یعنی کلاس TNT بوده دیگه، توی مشاوره TNT همراهتون هستیم، با توجه به کلاسای خودتون، کلاسایی که دارین، مدرسه، برنامه خودتون، خودم شخصا براتون برنامه‌ریزی میکنم.
شخصا آزمون داریم، خودم آزمون میگیرم، آزمونایی که خودمون طراحی میکنیم، آزمون قهرمان ساز داریم، توی گروه رفع اشکال هستیم که بچه‌ها میذارن پادکست میفرستم، باز پادکست مشاوره هست، یعنی بررسی میشین توسط پشتیبان های مخصوص خودتون و به این ترتیب دیگه، به این ترتیب شما پیش میریم و عمل میکنید. اگر دوست دارین سلامت باشین، اگر دوست دارین میتونین به پشتیبانتون بگین که ثبت نام زودتر انجام بدین که انشالله عقب نیفتین. در خدمتتون هستم به این ترتیب. امیدوارم که روز گروه توی واتساپ دیگه، گروه توی واتساپ برای بچه‌ای که ثبت نام کردن، یعنی جزء خدمات مشاوره به حساب میاد، گروه رفع اشکال و مشاوره. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، ادامه پیدا کنه و تا هفته های آینده، حالا نمیدونم دقیقا هفته بعد باشه یعنی، ولی تا هفته آینده که هم دیگه هستیم، روز روزگار بر همتون خوش. فعلا خدافظ.